برخی احزاب سیاسی شیعی در بحرین تخلفات علیه زندانیان سیاسی در این کشور را نقض حقوق بشر برشمرده و جامعه بین المللی را به دلیل سکوت در برابر آن شریک در جنایت های آل خلیفه توصیف کردند. این احزاب در واکنش به اخبار حاکی از شکنجه و نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی در مقطع اخیر در زندانهای آل خلیفه تاکید کردند که آنچه بر سر زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه می آید جرم است و جان آنها را تهدید می کند. این احزاب شیعی تأکید کرد که صداهای ضبط شده از دهها زندانی سیاسی در زندانهای بحرین ها که از شرایط سخت و بدی است که در آن به سر می برند. آنها افزودند آنچه زندانیان سیاسی در معرض آن قرار گرفتهاند جرم و تهدیدی برای جان این سیاست است که در زندانهای بحرین به سر می برند. در حالی که برخورد تلافی جویانه با زندانیان در خصوص غذا، وضعیت بهداشت و سلامت و نیازهای اساسی آنها جایز نیست. محرومیت از آب، درمان، وسایل گرمایشی، دارو، دیدن آفتاب، ارتباط عادی با خانواده و سایر شرایط غیر انسانی، جرم و تعرض سیستماتی که به جان زندانیان سیاسی است. زیرا این زندانیان به دلایل انسانی، حقوقی، سیاسی و مسائل مربوط به آزادی های عمومی بازداشت شدند. این احزاب در پایان افزودند، چشم پوشی نسبت به آنچه در می میگذرد و نادیده گرفتن تمامی تخلفات و جنایت علیه حقوق بشر توسط همه کشورهای غربی و طرفهای حامی آل خلیفه غیر قابل قبول و شراکت در این جرایم است و از همین رو بی تفاوتی برخ کشورها و طرفهای بین المللی در مسائل حقوق بشری و آزادی جای سؤال دارد.